های عزیز سلام. امین اکنون ما نزدیک اقامتگاه سعید طیب جواد سفیر کبیر افغانستان در بریتانیا قرار داریم. قرار است یک گزارش کاری از کار و فعالیت های روزمره جناب سفیر و دیگر اعضای سفارت به شما القی کنیم. با ما باشید. سعید طیب جواد سفیر کبیر افغانستان در بریتانیا فرزند پروفیسر میر حسین شاه، مورخ و استاد دانشگاه کابل است. زادگاهش در یک خانواده منور در قندهار است. تحصیلات ابتدایی را در لیسه عالی استقلال و تحصیلات عالی را در رشته حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل به پایان رسانیده است. همچنان مدارک عالی فوق لیسانس در رشته حقوق، مدیریت و علوم سیاسی از دانشگاه های ویلهمز، مونستر آلمان و گولدن گیت سان فرانسیسکو دریافت نموده و دکترای افتخاری در مدیریت بین المللی از دانشگاه ارگوسی واشنگتن دی سی دارد. آقای جواد قبلا به حیث رئیس دفتر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، سفیر افغانستان در امریکا، برازیل، کولومبیا، ارجنتین و مکسیکو و همچنان منعیس مشاور ارشدی سیاسی و روابط خارجی رئیس اجرایی دولت افغانستان خدمت نموده است. آقای جواد متعل است و شمیم جواد رئیس بنیاد آینده امسر او و ایمان جواد پسر او می باشد. وی اسب سواری را دوست دارد و پولو بازی می کند و در بازی های پولو در امریکای لاتین و آسیا شرکت می کند. بازم از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم جناب سفیر سرکو بر ما وقت دادیم. حالا در مورد فعالیت های روزمره تان بر ما عابر بیننده های عزیز تلویزیون یک کم معلومات بدین. روزمره شما چی کارا میکنیم؟ اول خوب بسیار زیاد از شما تشکر که یک وسیله میشین، یک پل میباشین بین سفارت و افغانهایی که در اینجا هست که یک تماس نزدیکتر و بهتر بین ما و اونها برقرار شود و معزومتتون بسیار سپاسگزار هستم. کارهای سفارت خوب تقریبا سه جنبه عمومی داره. یکی این که ما منافع افغانستان، دولت افغانستان در اینجا تمثیل میکنیم که در او شامل تماس همراه وزارت خارجه، وزارت دفاع و سایر نهادهایی که در افغانستان کار میکنن، نهادهای انکشافی و تمویل کننده. و بخش دومش عرضه خدمات به افغانهایی است که در اینجا هستن که خوشبختانه یک تعداد زیاد افغانهایی تشریف دارن و متاسفانه اکثر از اونا در مسائل ایمیگریشن و رفت آمد و اینای خود هنوز هم دچار مشکلات هستند، برخلاف باز جای دیگه که اکثر افغانایی که اونجا بودن آل کم کم جایگزین شدن، پاسپورت مملکت گرفتن مثلا در آلمان یا آمریکا دیگه جای اینجا. هنوز هم اکثر افغانا با پروسه جایگزین شدنشان یا کسب تابعیتشان تکمیل نشده، از خاطر خدمات کنسولی را سفارت را هم میکنه بسیار بیشتر از دیگر جای هاست. و بخش سوم کاری ما ایست که چطور یک پل قوی بین مردم انگلیس و مردم افغانستان باشه. به این شامل مسائل فرهنگی است، این شامل مسائل سرمایه گذاری و تجارت و اینا هست که هم افغان ها را که حتما بخش از حکومت نیستند، مثلا استرکتور خصوصی را، مثلا کارهای فرهنگی را در اینجا بیشتر و بهتر معرفی کنیم و همچنان انگلیس های را که علاقه مند هستند که برند یا کار کنند یا کمک کنند، اونا را زمینه رفت آمدشان و زمینه شناختشان رو برابر کنند. بسیار زیاد خوب. و از امی میتینگ ها و کنفرانس های قبلی که شما در لندن داشتیم از او بر بینید های تلیزون بگوین و همچنان دستاوردهایتان از امی جلساتی که دایر شد و طور مثال جلسه ای که بخاطر بزنس اولین بار بود که در کشور انگلیس ای برتکار شما البته ای انجام شد، چی دستاورد داره و یا چی انتظار از این کنفرانس شما دارین که دست بیاریم؟ خب یک تصیل کارهای است که هر سفارت میکنه و ما کار ادامه دادیم. یک بخش از دیگه کاری ما ای است که ما چطور کار را کنیم که توجه دنیا را، توجه افغانایی که در اینجا هستن به مسئله افغانستان جلب شود. به این خاطر ما یک کنفرانس سرمایه گذاری را در سال گذشته اجرا کردیم که در بخش از این بود که محصولات افغانستان و مارکت های بهتر انگلیس معرفی کنیم. برای اینکه یک محصولات افغانستان مثلا میوه های خشک و مثلا خالی اینا میه، اما در یک مارکت، در یک بازار فروخته میشه که برای فروشنده افغان خوب بسیار فایده نداره. مثلا دکان هایی که مربوط خود افغان ها یا دوستان هست، ما محصولات افغانستان مثلا یک جای مثل تسکو یا جای مثلا یاد هول فود اینجا باید بیاریم که کافی
فایده کنه برای کس که مسلمان رو یک اینا با یک حجم کلان میخرن. از او خاطر او از این هدف کنفرانس سرمایه‌گذاری همی بود یا که با دنیا نشان داده شود که همیشه خبرهای امنیتی در برای افغانستان زیاد میشنوند، اما در افغانستان از نظر جوانا، از نظر زنا، از نظر بزنس، از نظر تعلیم و تربیت، از نظر هنر، از نظر سپورت بسیار اتفاقات خوب میفته که ما کوشش میکنیم که او را با وسیله کنفرانس ها اینا نشان بدیم. همچنان سال گذشته مثلا ما برای قدردانی از خدمات ژورنالیست های افغان که جان خود از دست میدن و در شرایط بسیار سخت کار میکنن، ما جایزه ملکه ثریا را ایجاد کردیم و او جایزه را به یک تعداد از خبرنگارهای بزرگ بین المللی مثل لیز دوست و مثل دیگران برای اونا دادیم و در این وقت تجدید کردیم از افغانهایی که در اونجا در شرایط سخت در افغانستان کار میکنن. اسمی که شما خبر دارین، ما یک تعمیر بسیار مقبول از سفارت افغانستان داشتیم و داریم هنوزم که از بمجرد که ما اینجا آمدم کار ترمیمش به صورت اساسی شروع کردیم. اما یک پروژه طولانی است، برای اینکه تعمیر تاریخی است و حتی یک کوچکترین ترمیم که دو میکنین باید اجازه مخصوص اینا رو بگیرین. کار شروع شده اونجا، از خاطر ما از تعمیر اصلی سفارت بیرون شدیم، برای اینکه کار ساختمانی در داخل سفارت جریان داره. دیگه این جای دفتر موقتی است، یک قسمت از بسیار معقول است. سفیر صاحب، امیال شما در دفتر موقت ما هستین، رنگ افغانی خود داره و مزین شده با دستاوردهای شما، جایزه و مدال ها و باز آوردها و اینا را که میبینین مربوط کار ما در کابل یا در واشنگتن یا در اینجا یا در دیگر کشورهای امریکای لاتین، کولومبیا، آرژانتین، مکزیکو، برزیل، جای مختلف که ما کار کردیم مربوط از اینا از یک قسمتش مثلا ما همیشه برای همکاری خود و کمک و سر نیروهای امنیتی افغانستان افتخار میکنیم. اینا یک قسمت از جوایز یا اینا هست که از طرف مثلا وزارت دفاع یا از طرف وزارت داخله یا از طرف پلیس ملی افغانستان از طرف مواد دفاتر مربوط مواد مخدر داده شده. این هم جایزه ملکه ثریا است که برای شما که ما خود ما ایجاد کردیم برای اولین دفعه و تعداد نفرات امریکا و انگلستان در اینجا برای تعدادی را دادیم. تا حالا مربوط لندن کدامش میشه؟ اینجا در انگلستان اینمی مربوط از که از اینجا ایجاد شده دیگه بعد از این چی میکنیم و یک بخش یک قسمت دیگه از این سکار که شما میرین یک رواج در کار نظامی دنیا است که جنرال ها و اینا همیشه یک سکه خود می داشته باشن. باز به این حساب بخاطر که در افغانستان هم بسیار زیاد سرباز ها و اینا خدمت کردن و ما هم همیشه دوست ها و اینا اینجا یک سکه مخصوص خود سفیر یا سفارت هم درست کردیم که رو بایست توفه برای باز دوست ها میدیم. بسیار مقبول است. او بیرق افغانستان و بیرق انگلستان نام سفارت و نشان ملی افغانستان است که اوش یک پارسال او شکل بود و امسال او رنگش هم تغییر دادیم به یک رنگ دیگه. وی زیادتر برای کسایی که خب ما میخوایم که ما کسایی که به سفارت می یا کسایی که به افغانستان کار کردن یک چیزی برای یادبود درشان باشه و باز با امکانات محدودی که داریم ما با یک چیز درست کردیم. شکر بسیار دیگه اکثر زیادتر از جایی که ما باعث سفیر کار کردیم امریکا یک قسمت که در اینجا است مثلا برازیل، ارجنتین، کولومبیا و دیگر کشورهایی که ما باعث سفیر در اونجا خدمت کردیم. دیگر خب واضح که آدم 17-18 سال در کارهای حکومتی باشه طبیعی است که باز بسیار بسیار کار نگاهی باشه. شما بسیار کار سرسختانه کار میکنین، از فعالیت های آخر شما معلوم است که در لندن آمدین و بیشترین جایی که در کار کردن لذت بردین تا به حال شما در مملکت های زیاد مثل منصب سفیر و یا منصب کادرهای دیگه کار کردین و بودین، زیادترین لذت در کجا می بردین؟ والا بود 3-4 سال اول که من رئیس دفتر بودم در کابل یک دوره بسیار خوب بر افغانستان بود و ما بسیار کوشش میکردیم که همراه رئیس جمهور وقت کرزی صاحب یک تقریبا از صفر اساس یک کار در افغانستان بانیم. بود دوره یک دوره که باز تکرار نمیشه نه بر ما نه بر افغانستان و مندر در جای دنیا کردن باشه باز لذت را که در کار در داخل افغانستان و در خود کابل است یا در خندار یا دیگه جای کمتر است. از خاطر ما خوشترین خاطرهای ما از روزایی است از دورایی است که در خود کابل بوده. اما در بیرون هر جای امتیاز خود داره. روابط ما با واشنگتن بسیار مهم بود در وقتی که ما سفیر بودم، اما لندن یک شهر بسیار زنده و حیاتی و از هر جای هر شهر آدم سخت است که مقایسه کنه. مثل افغانستان برید، شما
بدخشان میرین یک زیبایی مخصوص خود داره، خوست میرین باز کابل میرین، هر یکی رو سخت است که کدامش بهتر است. از جمله میتونه یک خاطره خوشتان از یک از جایی که شما میخواییم بیان کنیم. خب اگر میخواییم. نه نه، خاطرهای خوش بسیار بوده در سفرهایی که امرای رهبرای مملکت داخل در بیرون بودیم. همیشه یک دکه سفرها که من امرای رئیس جمهور سابق افغانستان به ژاپن رفته بودم و امپراتور ژاپن دیدم، یک امتیاز است که کم برابر میشه. معمولا امپراتور ژاپن حتی اگر هیئت های رسمی هم بیاید کسی را نمیبینه، اما رئیس هیئت که معمولا رئیس جمهور باشه اما تصادفا یک سفر برابر شد که من بودم و خاطره ماندنی. همچنان خود تقدیم اعتمادنامه به ملکه انگلستان یک امتیاز مخصوص است و مخصوصا وقتی شما باعث نماینده یک کشور میین دیگه. در این صورت لحظه خوب زیاد بوده، لحظه خوب بوده، اما همونطور گفتم خوشترین لحظه ها در داخل افغانستان. اینجا عده ای از فعالان جامعه افغان ها مقیم در بریتانیا به دیدار آقای جواد آمدند تا روی مسائل و مشکلات افغان ها جهت اخذ تذکره، پاسپورت و ویزای پاکستان بحث و تبادل نظر نمایند. سلام، جناب حشمت جان سراری هستند به بخش میدیا و خودشون بهتر بگوین بر ما درباره کارهای خود. خواهش میکنم. بسیار ممنون که آمدید. بسیار تشکر. من اشمت سرادی هستم و در بخش مطبوعات کار میکنم. بسیار خوب است. میشه که معرفی کنین همکارهایتان در دفتر که هستن فعلا؟ زور دفتر چرا نه؟ اگه زحمت نمیشه؟ خیلی، ما شما میریم دیگه دفترها را میبینیم دیگه، همکارها هم اتفاق صحبت های میداشته باشن هم روی بیننده. بسیار خوب. درست است. تشکر. Thank you. آقای احمد زای مستشار سیاسی سفارت است، کارهای سیاسی سفارت و برنامه سیاسی سفارت را پیش میبرم از کارهای بسیار خوب ماستن. بیشتر از مرمون کارهای شما خوشم بسیار خوشوقت است. زنده باشین. تشکر. صاحب خوش اومدین. ما اول تشکر میکنم از تلویزیون جوانی هستی از همکارای شما. از شما که تشریف آوردین به سفارت و میخواین که با بینندگان خود در ارتباط با فعالیت های سفارت و اینکه ما اینجا چی میکنیم معلومات بدین. بسیار تشکر از این بسیار خوش اومدین. صفا بودین. ما در بخش سیاسی مسئولیت دارم در سفارت. البته همونطور که میفهمین بریتانیا و افغانستان رابطه بسیار دیرینه و قدیمی و خوبی با هم دارم و در ابعاد مختلفی کشور ما را کمک میکنم. ما فعالیت های بخش سیاسی ما تحت رهبری جناب سفیر صدر و هم رهنمود های اساسی رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اصول اساسی سیاست خارجی افغانستان صورت میگیره. چقدر وقت میشه شما اینجا؟ ما مدت یک سال شده که آمدیم به لندن در منتهای سال 2017 آمدیم به اینجا و مسئولیت بخش سیاسی بگذینیم شد در فیلم تقریبی بیشتر از یک سال دو ماه میشه که اینجا با مسئولیت. خوش میگذره؟ خوش وقت هستم که در یک محیطی کار میکنم. باز جناب سفیر صدر یک انسان دانشمند هستن و با تجربه هستن، این دیگه ما تو وزیده هستن در زمان همکارهای بسیار خوب اینجا و در این زمان بمتی که خبر هم گفتیم در بریتانیا بسیار یک فرصت خوب کار وجود داره. اینجا یک دلچسپی خاص نسبت به افغانستان روزم وجود است و مسائل دیگه باز نزدیک تحقیق میشه و ما تلاش از این مالمی یا راستانی بوده که ما بتونیم یک نمایندگی شایسته از افغانستان بکنیم در این زمان از جریانات و اوضاع و احوالی که در اونجا میگذره با یک معلومات درست و دقیق و قصای دلچسپی دارم در ابعاد مختلف. بسیار زیاد خوش شدم بودیم. زنده باشیم. بسیار زیاد تشکر از وقت. لطف کردیم. تشکر جانسی. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم. سلام. سلام. خوب هستید. خوب هستید. من همچنان خوش. بسیار زیاد تشکر که بر ما وقت دادید. بفرمایید. نادری صاحب سفارت نظامی سفارت هستن. مسئولیت کارهای نظامی رو دارن. اگه میشه صحبت های بیشترشان رو بسیار شد.
راحت هستیم در باره کارهای روزمره تان اگر بره ما و بلینای تلیسون می هستی و من خمولت میشه باعث تشکیل نظامی افغانستان مقیم بیدم در وزیفه اجرا میکنم. البته در انگلستان بیشتر از 221 تشکیل نظامی از کشورهای مختلف تشریف داره به خاطر عوام ساختن ارتباطات نظامی بین کشورهای مختلف. البته در بین اتشای هوایی، زمینی و بحری هم وجود داره که بعضی سفارت ها باز اتشای دفنس اتشای میگن که اتشای داره که عرصه از این اتشای را رهبری میکنه. لفقت های بسیار مزیدتان خواهن هستیم. بسیار زیاد تشکر که بر ما وقت داریم. خوشحالم. تشکر از اینکه روز خوش برتون باشه. تشکر. سلام علیکم. سلام علیکم. روز بخیر. یک کنفرانس اقتصادی رو برگزار کردم اینجا صحبت بیشتر از خودم. اوکی تشکر. بسیار زیاد خوشحال شدم. تشکر جوری هستی الان. دسه تشکری که او خواست تاس مونگ در وقت برکو چه تاس سرم سایبا بکو جمعا زیاد وقت هم دینیسو یواز غوار چیستاسو در روزمره فعالیتونو ببارکی کم مونگ چلی معلومات за اقتصادی بخو که کام کم تقریبا یو کال کیجی دا خدر ما خیاب بخاصلی کم کار کوی او اولین وارمو دا وانان دا پار یو اقتصادی کنفرانس جور کی او اس پر عربان نوی بزنس فورم بانی کار کم چه غاب انشالله بفروری کی نوگ برو چی نتجه بسی دیر زیاد منانا تشکر شوگی افسی همشی نازو تشکر خور از پاس دوارم تشکر منانا منانا سلام سلام کنسول ما بود بخش کنسولی مسئولیت داشت فیلن در بخش اقتصادی و سیاسی و رابط ما همراه ما کار میکنند و همکار دیگه ما آقای محمودی محمودی صرف معاون اتشه نظامی ماست معاون آقای نادری بسیار خوش شد ملاقات شما تشکر سلام باشید من قسم که گفتم در 2018 بیشتر مسئولیت کارهای کنسولی ما را داشت با تمام فعالیت های خوب و عمده که ما در قسمت کنسولی داشتیم دست آورد نورمال سیف بود که در اونجا زحمت کشته بودن بسیار حالا دیگه در مورد کارهای فعلیشان خودشان را معلومات بدید هر باشید تشکر در باره کارهای فعلی تان در باره کارهای قبلی تان سلامت باشه مختصر سنده باشه نوال خوش آمده بس خواهد ما خوش باشه بسیار خوش هستیم شما را امروز با هم دیگه داریم با خود تشکر از سروری سیب لطف کردن نام مکمل محمد نوید نورمال است من منهج سکرتر اول سفارت افغانستان فعلا نیروهای وظیفه می کنم قسمی که اشاره کردم در سال 2018 بیشتر مسئولیت امور کنسولی سفارت را دوش ما بود که قسمی که شما در جریان هستین در طول سال گذشته ما به سلسله آجندای ریفورمی که از طرف رهبری سفارت برمان تعیین شده بود تانستیم یک سلسله دستاوردهای خوب داشته باشیم هم در قسمت صدور پاسپورت برای هموطنان عزیز ما که حدوداً تقریبا 3000 پاسپورت ما در سال گذشته صادر کردیم در قسمت صدور وقعتنامه ها نکاح خط تذکره غیابی یکی از چیزهایی بود که پارسال ما سرش بیشتر تمرکز کردیم به خاطر اینکه بیشتر افغانای ما که در بریتانیا خصوصا در لندن هستن نظر به مشکلاتی که داشتن متاسفانه تذکرهشان یا حریق شده یا امر خود نیاوردن یا هم گم شده یا هیچ وقت تذکره نداشتن به خاطر ایجاد این سهولت ما تونستیم یک ارتباط خوب امر وزارت داخله به شکل مستقیم و وزارت خارجه که بیشتر ما را برده هستیم با اونا ارتباط ایجاد بکنیم و یک سلسله مشکلات از اونا را یک قسمت حل بسازیم و همچنان یک دیتابیس کلی در کنسولی ایجاد شد که مرکز وزارت خارجه را همراه سفارتخانه در بیرون ارتباط میده و اولین سفارتی که این کار تانست بکنه پارسال سفارت افغانستان در لندن بود که خوشبختی ماست که بودتون بسیم فعال بسازیم عالی است تشکر علامت باشید خوش آمدید سنده باشید روز خوش شکر روز خوش تشکر سنده امروز وزیر معارف افغانستان دکتر محمد میرویس بلخی که طی یک سفر رسمی وارد بریتانیا شده است به سفارت آمدند و روی مسائل مهم با سفیر صاحب و دیگر دیپلمات‌ها صحبت می‌کنند. یک چیز دیگر که فراموش شما نشه بخش کنسولی شما میشه که دو بخش ما رو رنمایی کنین و فکر
کنم روی دفترم نیست. نه اینجا بخش بیشتر اینجا دیگه بخش های کاری ما از بخاطر که من موقتا هستم این اصلی اینجا انتقال پیدا کردیم. اینجا مقتدار در همکارهای ما ماند که متاسفانه بخاطر سیقی وقت ندارستیم کلی همکارها رو معرفی کنیم صحبت کنن نمایتان حالی چند نفر رو از صحبت هایی داشتن حال خیلی میره بخش کنسولی ما بخش کنسولی ما یک بخش جدا است یک دفتر جدا کنیم است که در اونجا کار میکنن دیگه میره اونجا همکارای ما رو میبینه بخش کنسولی ما بخش بسیار پر کار سفارت از بخاطر که اکثریت مراجعین که به خاطر حل مشکلات کنسولیشون مراجعه میکنن به بخش کنسولی ما میرن اونجا همکارای ما زحمت میکشن میرم همراه اونا معرفی میشم ممکن صحبت های اونا هم داشته باشن برای تان شریک میشم درست است شما پیش این مست بیننده های عزیز فعلا ما نزدیک ساختمان تاریخی سفارت افغانستان در لندن که در سال 1848 میلادی بنا شده و در سال 1925 توسط حکومت شاهی افغانستان خریداری گردیده است قرار داریم. این ساختمان در جوار هایت پارک که یک موقعیت عالی و مرکزی شهر لندن است بنا شده است. بخش الحاقی ساختمان که فعلا شعبه کنسولی در آن قرار دارد در سال 1955 ساخته شده است. این سفارت از آوان تأسیس یعنی سال 1922 میلادی تا امروز همواره یکی از مهمترین نمایندگی های سیاسی افغانستان در محور رهبری پالیسی خارجی افغانستان و یکی از مهمترین سفارتخانه های افغانستان است. بخش خوشبینی ما از اینجا اکثر افغان ها میرن و خارجی هم که میرن بیشتر به خاطر ویزه افغانستان میرن به خاطر گرفتن ویزه ولی دیگه اکثر هم وطنان ما که میرن به خاطر پاسپورت و چیشان میرن بیشتر هموطنان ماست که بخاطر پاسپورت و وکالت خط و تصدیق اینا حضور دارن و منتظر هستن بر اساس اپوینتمنت که برشان ترتیب داده شده همکاران ما دو بخش مختلف کار میکنن و هیچ لازم که است انجام میدن مثلا میریم آقای مسئول امور کنسولی آقای صادق صحبت میکنیم بیشتر جزئیات در مورد کار کنسولی اونا با شما خواهد درست است بله بفرمایید شما پیش سلام خوب باشین سلامت باشین تشکر خیلی خوش اومدین به دفتر ما باشین تشکر وقت دادین تشکر سلامت باشین بفرمایید سلام شما بزنید زنده باشین ما زیاد وقت دارن نمیخواییم بگیریم چون مراجعین دیدیم در بیرون زیاد منتظر هستن صرف اگه مختصر هم در باره کارهای روزمره تان بگویم که کدام کارا میکنیم چقدر مراجعین داریم شما روزمره اولا که خوش آمدید میگم برای شما خوش آمدین بخش قنصلی مشخصه برای همگی ما اولین چیزی هست پاسپورت هاست که برای مردم افغانستان پاسپورت توزیع میکنیم ویزا هست برای خارجی ها که ویزا داده میشه و در کنار از اون مشکلاتی که خود مردم ما اینجا دارن از نگاه عدم مسئولیت بر سرتیفیکیت دیه و مشکلات روزمره که دارن چی میکن و تقریبا بین 30 تا 70 نفر روزانه میان اینجا مراجعه میکنن برای ما و قبل از اپوینتمنت میگیرن و کاری که دست ما انجام بشه برای اینا در محیط سرایت خوب و قانون ما همکاری میکنیم. خوش هستین از کارتن راضی هست؟ خب چرا که نه خدمت به مردم افغانستان و به جامعه افغانستان احساس رضایت مندی به ما میده زنده باشیم زیاد وقت میشه اینجا هستن یا؟ به قنصلی زیاد نه ولی در کل در وزارت خارجه بیش از 11 سال کار میکنم در خود ریاست امور قنصلی کابل وظیفه انجام دادیم در هرات و گرچه خود ما از هرات هستیم رئیس نمایندگی اونجا بودم و اینجا هم کسی که کار قنصلی خیلی راحته کار سخت وجود نداره زنده باشید تشکر از وقت خواهش میکنم تشکر خیلی خوش آمدید سلامت باشید خدا حافظ شما خدا و در این قسمت هم سلیمان جان بخش ویزه را پیش میبره و کار میکنه در این حال بخش تصادیق هم مسئولیت چه بوده دارم و خانم رضا همکار ما است همکار تا خوب ما که بخش تذکرهای جنوبی کار میکنن و در قسمت ویزه همکاری دارن با همکارهای ما است و پایان هم قسم که شما دیدین بخش پاسپورت و اینا بیشتر در اوج صورت میگیره بخش ویزه و تصادیق و تذکرهای جنوبی در این قسمت در منزل بالا صورت میگیره جمعاً چند بخش هست در بخش کنسولی چند بخشش فعال است در بخش کنسولی خب ما بخش های مختلف کار میکنم ما بخش پاسپورت داریم کار میکنه بخش ویزه داریم که کار میکنه بخش تصادیق داریم که کار میکنه و بخش وکالت خط داریم که کار میکنه
این تمامی خدمات قنصلی که لازم باشه با مردم ما بسیار از جای رامش باشه. درست است. نه میریم خمی میریم. تانکیو. شکر شما. بیننده های عزیز، این بود گزارش امروز ما از سفارت کبرای افغانستان در لندن. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. اوستاد لیار آزاده، تلویزیون هستی، شهر لندن.